به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده هستم و همونطور که میدونید این برنامه ایست مال شما و راجع به مسائل زندگی شما و مسائلی که کلن زندگی شما رو در بر میگیره و تأثیر میگذاره از دیدگاه روانشناختی با هم دیگه گفتگو و صحبتی داریم با میهمانان عزیزی که لطف میکنن و تشریف میارن در برنامه من. خوشبختانه امشب جناب دکتر علی نیری که فیزیکدان هستن لطف کردن و تشریف آوردن. ایشون استادیار دانشگاه ایروین، یو سی ایروین هستن و در حدود یک سال و نیم هستش که از بوستون ماساچوست تشریف آوردن اینجا. دکتراشون رو در فیزیک نظری و فیزیک نظری از دانشگاه MIT Massachusetts Institute of Technology و قبل از که تشریف بیارن اینجا هم استاد MIT بودن و استاد هاروارد. ممنونم از اینکه دعوت منو قبول کردین و تشریف آوردین. خیلی ممنونم خانم دکتر زینی، همیشه خوشحالم میشم که شما دعوت میکنید و میتونم در برنامه‌تون شرکت داشته باشم و با هم دیگه به بحث و گفتگو بشینیم در حضور بیننده های گرامیتون. بینندگان ما، کسانی که با ما بودن و برنامه های ما رو متوجه هستن، اغلب خب روانشناسان مختلف رو میبینن ولی با چهره شما هم آشنا هستن، برای اینکه تقریبا چند ماه به چند ماه لطف میکنین و تشریف میارین اینجا. برای دوستان و بینندگانی که کمتر با ما بودین، شاید براتون این سوال پیش بیاد که چرا در روانشناسی چه ربطی به فیزیک نظری داره و چطوری که با اون از ایشون من درخواست کردم تشریف بیارن. البته در گفتارهای قبل، برنامه‌های قبل، اتفاقا مسائل کوانتوم فیزیکس، نگاهی بر واقعیت از دیدگاه کوانتوم فیزیکس و ربطش به روانشناسی رو صحبت کرده بودیم و کانشسنس. ولی امشب در حقیقت دلیلی که دعوت کردم از جناب دکتر نیری به خاطر این بودش که چند تا کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو ایشون داشتن و تحقیقات بسیار زیادی کرده بودن راجع به مسائل اجتماعی و مسائل، شاید میتونیم بگیم علم، تفاوت علم با شبه علم، با علم بعد، و بعضی موقع ها جایگاهی که ما میریم در خرافه گرایی. و یک مبحث خیلی جالبیه برای ما و زمانی که ما نگاه میکنیم که وقتی که کنترل ما دست میره یا چه دلایلی داره که ما اصلا علم رو و شبه علم رو و همه اینها رو در کنار هم میاریم و شاید احتیاج داریم به اینی که بریم در این فضاها. بحث جالبیه به خاطر تحقیقاتی که ایشون فرمودن و بحث روانشناسی که این دوتا رو در کنار هم بیاریم و هدیه ای بدیم به شما عزیزان. خب از کجا شروع کنیم جناب دکتر؟ من فکر میکنم با توجه به شرایطی که امروز در دنیا به وجود اومده و مسائل و مشکلات مختلفی که انسان امروزی باهاش روبروست، باعث این شده که به هر حال برخی از انسان‌ها باورهای گذشته رو ترک کنن، به سمت باورهای جدید برن و یا اصلاً باورمندیشون رو کنار بگذارن و یا برعکس، کسانی که باوری نداشتن باورهای جدیدی رو بپذیرن. من فکر می‌کنم با توجه به مسائل اخیر، به خصوص مسائل بحران‌های مالی که به وجود اومده، انسان ها در این شرایط که بیشتر در حوزه تخصصی شما قرار میگیره و دوست دارم که نظریات شما رو در این مورد بدونم، ولی به هر حال در شرایطی که هر انسانی با دشواری روبرو میشه، سعی میکنه که به دنبال یک دستاویزی بگرده. در یک سال اخیر به خصوص من بر اساس آمار ارقامی که دیدم، البته متاسفانه ما در مورد کشور خودمون ایران آمار و ارقام درستی نداریم، ولی در مورد کشورهای اروپایی و در مورد کشورهای آمریکایی دال بر این هستش که ما تعداد بیشتری از آدمها رو داریم که دارن به سمت خرافه گرایی میرن یا توسط میکنن به موضوعاتی که به لحاظ علمی
و به لحاظ متخصصین رشته های علمی اینها در حوزه شبه علم قرار می گیرن. برای همین بحثی که من در این مدت داشتم سعی کردم که اولا یک تفکیکی رو قائل بشم، یعنی این تفکیک رو برای مردم مشخص کنم که مرز بین علم و شبه علم کجاست از یک سمت، و همینطور کجاست که ما یه چیزی رو بهش میگیم خرافه یا نمیگیم خرافه، و چرا بعضی ها فکر میکنن که باورهای خودشون درسته ولی باورهایی که دیگران دارن احیانا عجیب غریب، اشتباه و یا حتی خرافه است، و اینو میشه در مسائل مختلف به وضوح دید. بنابراین نگاهی که من به این مسائل داشتم بیشتر از این جهت بود که بتونم این تفکیک ها رو قائل بشم و با کمک دوستانی مثل شما بتونیم در این حال که به این روند موجود در دنیای حاضر که انسانها رو به اون سمت به یک جوری داره هدایت میکنه، در این حال به ریشه های روانشناختی و جامعه شناختی اون مسائل هم نگاه بکنیم. ببینین وقتی که ما نگاه میکنیم به طریقی که انسان شاید مغزش کار میکنه، از لحظه‌ای که داره به دنیا میاد داره معانی میده به مسائلی که از خارج از خودش میبینه. فکر کنین که اگر از حس پنج حسش داره استفاده میکنه که اطلاعاتی رو در بر بگیره، غیر از اینی که این اطلاعات رو داره میگیره و بایگانی میکنه و در کنار هم یک ساختاری ازش میسازه، این ساختاری که داره میسازه رو مکررن هم معنی میکنه. و شما به یک کودک رو که نگاه میکنین دائم داره کازن افکت، یعنی میگه این اتفاق افتاد به خاطر اینه، یعنی اینی که اگر من هر دفعه که گریه میکنم از همون نوزادی گریه میکنم فلفور یا پستونک یا سینه مادرم میاد کنار من، پس من این دوتا رو به هم ربط میدم، من هر وقت گریه بکنم پستونک یا سینه مادر میاد جلو، بعد اینو شروع میکنه واسه خودش تصمیم گرفتن، پس این اتفاق رو به وجود میاره یا دلیل این اتفاق اینه. پس ما مغزمون اصلا از کودکی داره به این مدل ساختار و باور رو درست میکنه و میره جلو، درسته؟ کاری هم نداره که علمی هست نیست، اصلا به دنیای خارجش، به اینی که بقیه چی میگن اونقدر درش رفت نداره، خودش داره به وجود میاد. در یک سنینی هست که ما برای کودکان صدا میکنیم magical thinking، یعنی هنوز قسمت جلوی مغز به وجود نیومده که بتونه rationalization انجام بده، منطق رو به حالت منطق نگاه بکنه. در نتیجه یک کودک اگر که بشینین باش صحبت بکنین میبینین چیزایی رو که با هم دیگه وصل میکنه شاید به نظر ما آدم بزرگا خیلی خنده‌دار بیاد، ولی بهش میگن magical thinking، یعنی طریق فکر کردن یک کودک چیزهایی رو به هم دیگه میچسبونه که در اون شرایط فقط و فقط یک فضای عینی رو دیده و در اون فضای عینی اینا رو به هم چسبونده، درسته؟ یکمی بزرگتر نشده که خب پس اگر این الان اتفاق افتاده آیا فردا و پس فردا اتفاق میفته، اون چیزی رو که عینی اون لحظه براش تجربه میشه جنرالایز میکنه، فکر میکنه که همگانیه، درسته؟ و اونجاست که مثلا اگر که من گریه کردم و تحت زمین بودش که همین الان پستونک اومد، درسته؟ پس این تصمیم رو گرفتم، این تصمیم رو همگانیش میکنم، در هر زمانی فکر میکنم این اتفاق ممکنه بیفته. به خاطر همین مثلا شما دیدین بچه ها چشاشون رو میبندن فکر میکنن هیچ که دیگه بیرون نیست، دیدیم خب قایم بشن چشای خودشون رو بندن دستشون میذارن جلو چشاشون، انگار نه انگار که خب بیرون از اونا رو داره میبینه. در یک سنینی طریق اینی که گزارش میدن تو مغزشون به هم دیگه معانی میکنن مسائل و مسائل در کنار هم میگذارن خیلی خیلی کوچیکه، تا میاد به سن 10 سالگی میرسه. 10 سالگی یواش یواش خب قسمتی از مغز شروع میکنه بزرگ شدن که جزء چیزا رو بیشتر به هم ربط میده، حالت رشنالیزیشن، اینی که طرف منطق به جور دیگه ای داره جا میفته، و از اونجا تقریبا تا سن 24 سالگی فکر کنم این منطق ما داره جور در میاد. هر کسی که با نوجوانان کار کرده باشه و باشون صحبت کرده باشه بازم اونجا متوجه میشه که منطق اونقدر جا نیافتاده. در نتیجه به عنوان یک بال